آموزش قابل درک یا comprehensible input آموزش است که در آن معلم از هر نوع وسیله مثل ویدیو، عکس، اشیای مختلف، حرکات مانادار بدنی استفاده می کند تا درس را برای شاگردان قابل فهم بسازد. در این ویدیو شما بعضی از روش هایی که بر اساس این سیستم استفاده شده را می بینید. در ابتدا معلم برای جلب توجه شاگردان و تشخیص میزان آگاهی آنها درباره موضوع جدید از آنها سوال می پرسد. بعد معلم یک گزارش کوتاه درباره فعالیت هایی که مردم ایران یا افغانستان در نوروز انجام می دهند را نشان داده و از شاگردان می خواهند که درباره چیزهایی که دیدن گزارش بدهند. داخل اتوبوس شدیم، صحنه جالبی دیدیم. دم عید و این شور و نشاطی که میبینید دیگه، اینا دارن کار کاسی به خودشون میکنن، مردم میرن سراغ خرید و کاروبارشون، ما هم دیگه با گزارش چی؟ گزارش شب عید دیگه. بازارم که رفتیم حسابی شلوغ بود. عید اومده با شیرینی گل، پرخوری نکن تا خوشگل تو پا. حراجی ها با انواع تبلیغات داد می زدن شربر بدم براجه، حراجیه حراجی، بیا جلو حراجه جونا. و مردم هم سخت در پی خرید شب عید بودن. چی داری می خرید؟ کفش. کفش دیگه؟ شلوار. یکی از الان تمام خریدهاشو کرده بود. چی نمونده؟ نه تموم شد. و یکی هم قصد داشت تمام روزهای مانده به عید رو تو بازار باشه. شما هر روز می آید؟ خرید بر. سال نوروز داره میادش، آدم ها خوشحال هستن، دارن آجیل میوه میگیرن، لباس های نو هم خیلی شلوغه، دارن کفش میگیرن، دارن خرید رو کنن هم. بچه ها چیز دیده بودین با نوروزو؟ من دیدم آدم ها تو اتوبوس داشتن آهنگ میزدن با ترافیک بود، چون که داشتن نوی میخواستم برن خرید بکنن. بله. دیگه آره. خرید برای پسته اینا. آره جالب بود. تو هم چی دیده بودی؟ آره همه داشتن با موتور میرفتن، با ماشین میرفتن، خیلی دارد. آره من دیده بودم چیزه، ولی با نوروز دیده بودیم دیگه، نه که وقتی مثلا داشت توی خیابونش میرفتیم. آره خیلی جالب بود. شعر هم داشت میخوند. آره بچه آره خیلی دوست داشتن. استفاده از ویدیوها یا گزارش‌های خبری که سطح زبانی بالاتر دارد، این اجازه را به شاگردان می‌دهد تا تکتیک‌های مثل حد زدن را استفاده کنند. همانطور که قبلا اشاره شد، از روش‌های متعدد می‌توانیم برای قابل درک کردن مطالب آموزشی جدید استفاده کنیم، مثل عکس، آشیای مختلف، شعر و داستان.